بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بسیار خوشحال و مسرور هستیم که مهمان خانه های شما عزیزان و ارجمندان و کسانی که در این سحرگاهان بیدار شده اید و آمادگی میگیرید برای راز و نیاز به خداوند. در واقع دعا خودش یک نعمت هست، یک ظرفیت هست، یک شرایط است که انسان میتواند با توجه به دعا خداوند رسید. یکی از دعاهایی که بارها گفتیم و باز هم مورد تاکید قرار میدیم دعای سحر هست که این دعا از جهات گوناگون و مختلف دارای امتیازات است. اولین نکته که در دعای سحر وجود دارد این است که با کلمه اللهم شروع شده است و این کلمه اللهم یکی از کلمات است که در اسلام بسیار معنا دارد و قشنگ است. در مجموع در دعای سحر 4 کلمه کلیدی به کار رفته است که عبارت است از بها و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و کلمه و کمال، اسم و عزت و مشیت و قدرت و علم و قول و مسئله و شرف، سلطنت، ملک و علو، منت و شأن و جبروت و اجابت. انشاءالله که همه ما با هم به این دعاها توجه کافی داشته باشیم، هم بخوانیم و هم به مفهوم و محتوای آن توجه نماییم. بر اساس برنامه‌ای که داریم در خدمت یک مهمان بسیار عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر صمدی هستیم. یک موضوع بسیار مهم و اساسی را به بحث و بررسی می‌گیریم. ان شاءالله با ما باشین و از این بحث مفید استفاده لازم و کافی را ببرید. جناب آقای دکتر بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. یک سلام احوالپرسی با بینندگان عزیز داشته باشید، بعد ان شاءالله می‌پردازیم به مباحثی که مورد نظر هست. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات عبادات برای همگان دارم. بسیار عالی. جناب دکتر صمدی، یک از موضوعاتی که به نظر میرسد در سابقه بسیار طولانی داره ولی در زمانهای فعلی هم با گرایش های مختلف وجود داره و مطرح است و عبارت از مباحث زنده دنیا به حساب میایه، بحث معنویت و معنویت گرایی است. در اول اگر بفرمایید که واقعا منظور از معنویت چی هست، بعد انشاءالله تا برسیم به مباحث بعدی. خب معنویت از معنا گرفته شده. معنا میتونه در مقابل لفظ باشه، معنا میتونه در مقابل ماده باشه، ولی در جایی که ما از معنویت یا معنویتگرایی بحث میکنیم بیشتر معنویت در مقابل ماده هست. بله. و معنویت گرایی گرایشی به معنویت است، گرایشی به معنا. معنا چی هست؟ معنای درک عمیق‌تری از هستی و جهان است. بله. و معنوی به کسی گفته میشه که ارتباط عمیق‌تری با خداوند داره، ارتباط عمیق‌تری با جهان غیب داره. بله. در مقابل او بحث مادی و مادی گرایی هست که بیشتر با محسوسات سر و کار داره و ارتباط عمیقی با جهان هستی نداره. بله. پس در واقع منظور از معنویت این است که ما فراتر از مسئله مادی یک نوع نگاهی داشته باشیم یا اعتقادات یا باورهای داشته باشیم. بله. تقریبا بله. بله. البته خب معنویت مثل بسیار دیگر از مفاهیم در حوزه علوم انسانی یک تعریف مشخص و قابل قبول نداره که همه به اون اتفاق نظر داشته باشن. دیدگاه های بسیار گوناگونی در مورد مفهوم معنویت ابراز شده. بله. ولی به صورت مشخصتر میتونیم که یک تحول را در این راستا بیان بکنیم که در واقع مفهوم معنویت بله. یک مفهوم بسیار سنتی داره. بله. یک مفهوم تحول یافته داره. بله. و یک مفهوم مدرن و جدید داره. بله. معنویت در مفهوم سنتی همونطوری که عرض کردم یعنی ارتباط عمیق‌تر با خداوند. بله. و لایه‌های پنهانی از جهان هستی و عالم غیب. بله. و ویژگی‌ها و مشخصاتش هم مانند خیرخواهی برای انسان‌ها و امثال اینهاست. ولی در مفهوم تحول یافته یک مقدار فراتر از این است، یعنی بله. معنویت در مقابل مادیت مطرح شده. بله. معنویتگرا در مقابل مادیگرا، چون از زمانی که گرایش انسان‌ها به سمت استفاده از مواهب طبیعی بیشتر شد، استفاده از امکانات طبیعی بیشتر شد، به نحوی امور ماورایی به فراموشی سپرده شد. بله. یا کمرنگ شد در زندگی انسان‌ها. به این دلیل عده‌ای آمدن
روش زندگی زاهدانه را تبلیغ کردن، بی توجهی به دنیا و مادیات را تبلیغ کردن و به این شکل در معنای دوم تحول یافته معنویت‌گرایی در مقابل ماده‌گرایی مطرح شد. اما معنویت در مفهوم جدید و مدرن خودش چیزی فراتر از این هاست. بله. یعنی یک طیف وسیعی را شامل میشه از انواع آداب و رسوم و اوراد و اذکار. بله. و یا شیوه هایی که ارتباط تنگاتنگی با دین نداره. بله. معنویت در مفهوم سنتی و تحول یافته خودش متأثر از مفاهیم دینی و آموزه های دینی بود. بله. و بلکه اون جنبه خالصتری از دین را میگفتن معنویت. بله. که ما مثلا در جهان اسلام طبقات را مانند عرفا و صوفیه داریم. بله. که اینها مدعی بودند که به درک عمیق‌تری از آموزه های دینی رسیدن و از شریعت که ظاهر دینه و پوسته دینه به نحو اینها عبور کرده. بله. و به حقیقت و گوهر دین. بله. رسیدن. بله. اما در مفهوم مدرن. بله. معنویت ارتباط با دین ندارد. بله. بلکه همونطور که عرض کردم مجموعه از اعمال و اوراد است که یا شیوه هایی است که مبتنی بر کشف استعداد درونی. بله. و ذاتی انسان هاست، اصلا ربط به دین نداره. بله بله. یعنی توصیه ایشان اینه که انسان ها باید اون نیروی درون خود را کشف بکنه. بله. و به درک عمیق تر از خود نائل بشود. بله. و هدف هم رسیدن به آرامش هست. آرامش هست. بله. این آرامش لزوماً اینطور نیست که به اصطلاح از باور و اعتقادات دینی به اصطلاح به دست آمده باشه. حتی مثلا یوگا باشه. بله بله. استفاده بله. از یوگا. یوگا، مدیتیشن یا نمیدانم انرژی کیهانی. بله. انرژی درون و چیزهای از این قبیل که گفته می شود، اینا همه. بله. به نوع معنویت در مفهوم جدید خود است که در دنیای جدید احتمالاً هم تحت تأثیر فرایند جهانی شدن. بله. گسترش پیدا کرده. الان در کشورها شما در هر کشوری شاید صدها نوعی از این گرایش رو پیدا بکنید، مخصوصاً در کشورهای مدرن. در کشورهایی که چند پیش با دین و آموزه‌های دینی. بله. مثلا خداحافظی کردن، اونا رو کنار گذاشتن. ولی اون خلای معنوی رو در وجود خودشان احساس کردن. به همین خاطر بازگشت به دین هم ندارن. بله. یک بازآفرینی تازه از معنویت دارن، منتها دست ساخت خودشان. بله. آقای دکتر، به نکته بسیار حساس اشاره کردین. با توجه به فرمایش شما، اگر جنبندی صورت بگیره فقط از این قسمت. میشه گفت که معنویت به همزون معنای سنتش تجربه دینی، ولی در معنای جدیدش همین لیبرالیسم که هم به نحوه رو آورده مثل معنویت، اینا با هم یکی هستن یا متفاوت هستن؟ یک مقدار اگر بحث رو باز کنید. معنویت در مفهوم سنتی خودش شاید با تجربه دینی خب قرابت زیادی داره. بله. چون تجربه دینی هم همون در واقع درک عمیق‌تری از عالم هستی است و مبتنی بر آموزه‌های دینی. بله. مبتنی بر اعتقادات دینی. حالا هر دینی ممکنه باشه. بله بله، هر دینی ممکنه باشه. بله. اسلام باشه، مسیحیت باشه، یهودیت، هندویسم، شینتو و امثال اینا. بله. ولی معنویت در مفهوم جدید خودش دیگه تجربه دینی نخواهد بود. بله. چون تجربه دینی مبتنی بر عقاید و باورهای دینی است. بله. اما معنویت در مفهوم جدید چون ارتباط با دین نداره. بله. بنابراین کاملا متفاوتی از اون خواهد. آقای دکتر، واقعا میشه که یک کسی فارغ از دین رو بیاره به معنویت؟ چون بخش از معنویت ماورای طبیعت هست و قاعدتا باید اعتقادات به غیر ماده و ماورای طبیعت داشته باشه. بیشتر تاکید دین روی محور ماورای طبیعت، عالم قیامت و برزخ و غیب به معنای کلش، این واقعا قابل پذیرش هست که ما معتقد به دین نباشیم، از اون طرف معتقد به معنویت یا رو بیاریم به معنویت؟ در معنویت جدید ادعا همین است. بله. که یعنی ما بدون تأثیر پذیری از آموزه های دینی انسانها را به آرامش میرسانیم. بله. منتها با کمک از نیروی درونی که در انسانها وجود داره. بله. با کمک از انرژی درونی انسانها،
ما می توانیم که اونها رو به حساب آرامش برسانیم. ولی طبعا در مفهوم سنتی و آموزه های دینی مخصوصا دین اسلام خب چون این چیزی امکان نداره، اینا رو به نحوی راه های انحرافی معرفی میکنن، یا عرفان‌های کاذب، عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور که در واقع شیوه هایی رو تبلیغ میکنه که مبتنی بر دین و آموزه های دینی نیست. بله. و چون این ادعایی هم ندارن. بله. آیا دکتر یک سوال شخصی تر، شما با توجه به این دوتا گرایش که وجود داره کدام یکیش تا حدود متناسب با زندگی بشر امروز میدانید؟ حالا فارغ از این که اعتقاد شخصی ماشی هست یا به هر حال سرفصل هایی است که در رسانه ها و در مجامع علمی مطرح هست، ما بحث علمی داریم و قاعدتا الزاماً به این معنی نیست که حتما ما عقاید خود بررسی میکنیم. از این دو تا گرایشه که واقعا یکی به صورت سنتی و دیگه به صورت مدرن، یا همین ادعایی که لیبرالیسم و امثال از اونها داره که ما فارغ از مسئله اعتقاد دینی میتونیم به نحو بشر را به معنویت بکشانیم یا یک نوع آرامش به از اون حدیه کنیم. در این قسمت بسیار مشخصتر اگر وارد شده واقعا با توجه به زندگی بشر کدام یک از این که میتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه؟ خب بشر سنتی طبعا همون معنویت سنتی پاسخگوی نیازهای اونها بوده و هست. بله. امروز هم اگر ما در جوامع سنتی اگر نگاه بکنیم، معنویت مبتنی بر آموزه ها و اعتقادات دینی برای اونها مناسب ترین راه است. من. ولی در جهان مدرن که زندگیشان مبتنی بر تکثر و تنوع است، بله، اونها به نوعی پلورالیسم معنوی را تبلیغ میکنن. بله. و متناسب با اون شیوه زندگی خودشان میدانن. بله. حالا ما مثلا نمیتوانیم که برای مثلا یک جامعه متکثر مثل کشورهای غربی نسخه بپیچیم بگیم نه همین شیوه به اصطلاح درک و دریافتی که ما از معنویت داریم اونم مبتنی بر دین، شما همین رو در پیش بگیرید، راه رستگاری این است. خود اونها به این نتیجه رسیدن که متناسب با یک جامعه متکثر و متنوع این است که درک اونها از معنویت هم متنوع و متکثر باشه. اصلا در معنویت جدید و مدرن هیچ حقیقت ثابت انگاشته نمیشه. حقیقت ها هم از نظر اونا متکثر است، بلکه حتی در تعلیمات کسان مثل کریشنامورتی اصلا حقیقت وجود نداره. بله. یا اگر هم وجود داره خارج از دسترس ما هست. ادعای اونها این است که ما از طریق معنویت سعی میکنیم نیروی درون خود را برای آرامش خود کشف بکنیم. بله. کار به این نداریم که این راه به حقیقت منجر میشود یا نمیشود. بله. و روی این نکته البته تأکید دارن که هیچ یک از این راه ها و معنویت هایی که ادعا می شود به کلیت حقیقت دست پیدا نمی کنه. چه بخش است؟ بله. بله. کلیت حقیقت خارج از دست همه است. بله. تعلیمات اونها این گونه است. در جامعه متکثر غربی که به لحاظ عملی هم ما می بینیم اونجا تکثر دینی یا پلورالیسم دینی به رسمیت شناخته شده، شاید برای اونها به نوعی همون معنویت متکثر مناسب تر باشه. بله. شما مثلا در جامعه غربی میبینید که مسجد در کنار کلیسا، در کنار مثلا دیر یا درمسال و امثال اینا کنار همن. بله. و هر کس اعمال اوراد خود را انجام میدهن و خود را رستگار فکر میکنن. بله. ولو این که دیگران رو هم بر باطل بدانن، حداقل این تسامحه. بله. و تساهل دینی رو دارن که همدیگر رو تحمل میکنن. بله. و جزئی از یک جامعه واحد فکر میکنن. ولی در هر صورت از دیدگاه اسلام ما چون این چیز را مثلا تجویز نمیکنیم که ما بگیم هر نوع معنویتی که انسان رو به آرامش درون برسانه این لزوماً به حقیقت هم میرسانه یا درست هم هست، اینطور نیست. خب در اسلام طبعا دستورات مشخصی در این راستا وجود داره. خب آقای دکتر، یک بحثی که تحت عنوان علم النفس یا اصلا تاکید و توجه بسیار زیاد روی نفس در اسلام هم بوده. حالا همین حدیث معروفی که من عرف نفس فقط عرف ربه، میشه از این زاویه وارد شد که انسان اگر روی خودش سرمایه گذاری کنه، از درون با رامش برسه، به نحوی یک اشتراکات بین معنویتی که
به صورت مدرن مطرح میشه و معنویت که به صورت سنتی وجود داشته، یک آشتی بین دو تا ایجاد کرد یا نه، این که نه اصلا دو تا جاده جداگانه است، هر کس مسیر خود را داره. نکته خوبی است. علم و نفسی که در اسلام گفته میشه تقریبا معادل روانشناسی در علم جدید در نظر گرفته شده، ولی اون معرفت نفس یا شناخت نفس که من عرف نفس فقط عرف ربه، و ما ایره به اصطلاح به نوعی با معنویت جدید بخوایم که یک تشبیهی بکنیم، من فکر میکنم این نمیتونه باشه، به خاطر از اینکه در اسلام وقتی معرفت نفس گفته میشود منجر به معرفت الله میشود، در واقع معرفت نفس انسان معرفت به اون نیازهای انسانی است. دقیقا. یعنی انسان خود را بشناسد که چگونه موجود نیازمند است، که این موجود نیازمند به یک موجود بی‌نیازی نیاز داره. بله. و از این رهگذر نیازهای خود را با ارتباط عمیق‌تری با اون بی‌نیاز تأمین بکنه. بله. ولی در معنویت جدید اصلا اون موجود بی‌نیاز را معتقد نیستن. بله. اصلا خود انسان را غایت و مقصد معنویت می‌دانند. محور همه بله. مسائل. بله، منبع و سرچشمه انرژی را در درون خود انسان جستجو میکنند. آرامش را در درون خود انسان جستجو میکنند. به همین دلیل تکنیک های خاص را پیشنهاد میکنند برای اینکه انسان ها به اصطلاح به یک آرامش درونی برسند، و چون معتقد به خداوند نیستند، بنابراین این شناخت نفس یا معرفت نفس یا معرفت درونی که اینها تبلیغ میکنند معطوف به معرفت خداوند نیست. بله. آقای دکتر سبدی، مسئله معرف معنویت بخشش برمیگرده به اون آثار و پیامدهایی که در زندگی انسان طبیعتاً باید داشته باشه، که یک بخشش مثلا رسیدن به آرامش است. البته معنویت دینی و معنویت اسلامی را اگر ما در نظر بگیریم، علاوه بر آرامش، خودسازی، تهذیب نفس و چیزی که به هر حال ارتباط انسان به عالم غیب برقرار میکنه، آیا در معنویت‌گرایی مدرن همین آثار و پیامدها هست؟ یعنی اصلا به دنبال اینا هست یا صرفاً به یک بخشی از مسئله معنویت هست که همون آرامش باشه به این اکتفا میشه؟ یا به صورت کلی چه آثار و پیامدهایی میتونه برای معنویت ما در نظر بگیریم؟ خب در گذشته یا در بسا معنویت سنتی، بله همونطوری که فرمودین، آثار و ویژگی ها همون است. یعنی انسان تنها هدفش از معنویت رسیدن به یک آرامش نیست. بله. بلکه تبدیل شدن به یک موجود خیر است یا خیر است که از وجود او خیر مثلا فیضان بکنه. ولی در معنویت جدید چون مبتنی بر اندیشه های اومانیستی هست، بله، اگر هم مثلا آثار و پیامدهایی را غیر از آرامش ما در نظر داشته باشیم، ممکن است مثلا در حد نیکی به دیگران، دستگیری از فقرا و مستمندان جامعه و امثال اینها که اصالت انسان را به اصطلاح برسانه، از این طریق ممکنه که معتقد باشد که آثار معنویت جدید دسترسی از مثلا دستگیری از انسانهای فقیر و مستمند هم هست. بله. که این هم دستور دینی هم هست. بله. ولی در دستور دینی یک جهتی مشخصی وجود داره که همه این کارها زمانی ارزش داره که به خاطر تقرب به خداوند و رضایت خداوند صورت گرفته باشه. بله. اما در مفهوم معنویت مدرن، بله، غایب بزرگ این مثلا صحنه خداوند است. خداوند است. این هر کاری هم انجام می شود اون جهت مشخص را نداره. بله. بلکه بیشتر تلاش بر این است که معنویت هر فردی منحصر به خودش باشه. یعنی یک سازمانی خاصی، یک تشکیلات خاصی وجود نداره، باورهای مشخصی را تبلیغ نمیکنه و حتی وفاداری مشخصی را از انسانها طلب نمیکنه، بلکه هر انسان را یک موجود مستقلی که معنویت او هم میتواند مستقل باشد در نظر میگیره، مربوط به خودش. بله بله, بله. با توجه به فرمایت شما و سایر مطالعاتی که در واقع صورت گرفته، به نظر میرسه که معنویتی که در ادیان خصوص در اسلام، حالا بقیه دین کار نداریم، خیلی فربهتر و جامعتر از معنویتی است که جدید
جدیدن ترویج میشه یا به نحوی تبلیغ میشه؟ آیا شما به امزی نظر هستید یا یک نقد انتقاد وجود داره؟ خب ببینید، در اسلام معنویت را در مطابقت با آموزه های دینی و مخصوصا قرآن که متن مقدس مسلمان ها هست در نظر میگیرن. بنابراین هر گونه معنویتی که در مخالفت با مفاهیم آموزه های قرآنی باشه به رسمیت شناخته نمیشه. از دیدگاه از اونها؟ از دیدگاه اسلام. بله. یعنی از دیدگاه اسلام اون معنویتی ارزش داره که در مطابقت با دستورات اسلام باشه و مخصوصا در مطابقت با قرآن کریم باشه. بله. ولی در معنویت جدید خب طبعا اینطور نیست. بله. اما عرض ما اینه که در قسمت معنویتی که اسلام میگه و مدعی اون هست، آیا امتیازی بر معنویت های دیگر، معنویت های خود ساخته در واقع و برساخته دارد یا ندارد؟ خب ما معتقدیم که در اسلام به دلیل اینکه دارای یک جهت مشخصی است و اهداف مشخصی را مد نظر داره. بله. و یک سازمان و تشکیلاتی به اصطلاح وجود داره، در دین منظورم هست. بله. همبستگی و هماهنگی بیشتری میان پیروان این دین به وجود میآید از طریق اعمال به اصطلاح معنوی. بله. ولی در معنویت جدید این همبستگی وجود نداره. بله. هر فرد راه خودش رو میرود. بله. ممکن حالا ما در دیدگاه طبقات صوفیه خودمان، بله، یک چیزی شبیه همین پلورالیزم معنوی رو داشته باشیم، اما با اون یکی نیست. بله. مثلا شما در تعلیمات ابن عربی و بعضی دیگر از بزرگان اهل تصوف میبینین که میگن الطرق الی الله به عدد انفس الخلائق. بله. راهای رسیدن به خدا فراوان است. بله، فراوان است. بله. به عدد مثلا انفس خلائق است. بله. ولی این با این معنویت جدیدی که به اصطلاح فردی تصور میکنن، تفاوتش اینه که در تصوف و در عرفان اسلامی درسته که راهای رسیدن را به اصطلاح متعدد میدانن، ولی مقصد رو یکی میدانن، یعنی خداوند. بله. از طرق و الالله، وقتی الالله میگه یعنی مقصد رو خدا در نظر میگیرن. بله. بعد راهای رسیدن به خدا رو ممکنه متعدد در نظر بگیرن. بله. بعد از انفس الخلائق. بله. اما در معنویت جدید اصولا اون هدف وجود نداره. بله. اون مقصد واحد وجود نداره که همه به اون مثلا مقصد واحد سیر بکنن و اون رو در نظر بگیرن، بلکه اصلا به تعبیر بهتر اگر عرض بکنم، در معنویت جدید و معنویت‌گرایی جدید اصولاً مقصدی وجود نداره. نه. هر فرد خودش مقصد خودش هست. محور خودش است. بله، محور خودش است. بله. و تحت تأثیر آموزه‌های اومانیستی و اصالت انسان، انسان اصل است در عالم وجود. بله. بنابراین معنویتی هم که از اون صحبت میکنن یا به دنبال اون هستن، اون نه. معنویت رو در درون خود جستجو میکنن. بله. ولی در آموزه‌های اسلامی معنویت یک جهت مشخص داره، مقصد مشخص داره و به همین دلیل رستگاری را در شناخت خداوند و رسیدن به مقام قرب الهی میدانه. تقریبا میشه تشبیه کرد، البته این برداشت من هست، ممکن است که شما دیدگاه دیگه داشته باشید. معنویت مدرن شبیه یک مسکن هست، اون هم متناسب به هر شخص، ولی اون چیزی که در اسلام تجربه شده، ما بغیر از افراد و تفرید های کالاگاهی در عنوان عرفان و امثال از اینها، ولی در مجموع افراد محتدید که در نظر بگیم در تاریخ اسلام، اینها در دامن اسلام به یک زهد خاص رسیدن و آثار زیاد هم داشته دیگه. مثلا اگر ما بحث مولانا رو داشته باشیم، مولانا خب به تعبیر یک از دوستان همین بشنوازنه، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، میگه اصلا نمی است که اسلام انسان در این دنیا آرامش نداره، این جدایی همون جدایی عالم آخرت هست. نه. که باید به او برسه. شما موافقین آقای دکتری بگیم که معنویتی در اسلام هست خیلی عمیق‌تر و با یک افق به اصطلاح بلندتر به انسان نگاه داره و از این طریق میشه که هم بس آرامش رسید و هم به یک سری آثار و پیامدهای دیگه، ولی معنویتی که جدید مطرح هست و بسیار مدرن هست و خیلی تبلیغات زیاده میشه، با یک بنبست های مواجه هست، برای یک اشخاص در حد خودش شاید خوب باشه. یعنی موافقین با این یا این که واقعا میشه نقد کرد؟ دقیقا
ببینید توجهی به معنویت به نوعی به منظور ارضای یک نیاز در وجود انسان هست. بله که یک بخشش همون استرس و بله. پریشانی انسان هست. بله. بله. ولی خب اون آرامش همه نیاز انسان نیست. بله. همونطوره که مادیات همه نیازهای انسان نیازهای مادی نیستن. بله. نیازهای معنوی هم هستن. ممکن است نیازهای معنوی مربوط به آرامش را از طریق مراقبه و ریاضت و امثال اینها به دست آورد. اما همه نیازها این نیست. نیاز انسان و در واقع که یک نوع غریزه هم در وجود انسان هست، غریزه جاویدانگی مثلا بله. یا حیات دائمی، خب اینها را نمیشود با عرفانهای نوظهور با معنویتهای جدید پاسخ گفت. بله. ولی در اسلام برای این نیازها راهکارهایی در نظر گرفته شده است که از طریق آموزه‌های دینی تا حدودی میشود همین نیازهایی به جاویدانگی را، نیازهایی به در واقع لقاء الله را که در عرفان و در تصوف خیلی روی اون تاکید می شود، اینها را اونجا پاسخ گفت. بله. منتهای معنویت اسلامی همین رسیدن به لقاء الله است. بله. و رسیدن به لقاء الله یعنی حیات جاویدانی. برخلاف اون چیزی که مثلا در عرفانهای نوظهور مطرح می شود، اون کشف انرژی درونی یا آرامش درون منحصر در همین جهان است و آثارش هم به خود شخص برمیگردد. یا مثلا در تعلیمات بودا آخرین مرحله رستگاری را رسیدن به نیروانا میدانند یا فنای مطلق. فنای مطلق. بله. ما در اسلام فنای مطلق نداریم. بله. انسان که موجود شد دیگه فانی نمی شود. بله. ممکن به لحاظ جسمی فانی شود، اما به لحاظ روحی همونطوری که از مولانای بزرگ شما مثال آوردید، روح انسانی گویا روح جدا شده از اون روح کلی است، بله. روح خداوندی است. بله. در قرآن کریم هم ما داریم خداوند فرمود که و نفخت فیه من روحی. روح. پس روح انسان یک نفخه از روح الهی است. بله. فناناپذیر هست. بله. و این روح از این جهت فناناپذیر هست. بله. لحاظ انسان بودن و موجود انسانی فناناپذیر هست. کل شیء هالک الا وجه ربک. بله. ولی لحاظ این که این روح بردمیده شده از روح الهی هست، پس برمیگردد به اون روح کلی و مطلق میپیوندد که مفهوم آیه قرآن کریم همین است. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. بله. مولانا هم میگه که ما ز بالاییم و بالا میرویم. بله. ما ز دریاییم و دریا میرویم. بله. خوانده انا الیه راجعون. بله. که بدانی تا کجاها میرویم. بله. این دقیقا اینمون ترجمه یا زبان ادبی انا لله و انا الیه راجعون هست دیگه. بله. مولانا واقعا دیگه در اوج است. خب به نکته که شما اشاره کردید، حالا خصوص در معنویت اسلامی یا عرفان اسلامی به معنای درستش، یک معنا بخشی در زندگی هم نهفته است. بله. در قسمت اگر یک مقدار بیشتر توضیح بدید بینندگان عزیز امیدوارم. بله. خواهش می‌کنم. اتفاقا بحث از معنای زندگی یک بحث فلسفی در دوره جدید هست که مطرح شده و بسیار از فلاسفه به اون پرداختن. از جمله مشخص سالا یک کتاب را خاطرم هست از یک نویسنده غربی هست، تری اگلتون. بله. یک کتاب داره با همین عنوان. بله. معنای زندگی. بله. The Meaning of Life. کتاب جیبی هست، خیلی کتاب خوبیه، ولی خب به لحاظ این که نوع بیان فلسفی هست ممکن یک مقداری برای خواننده عادی مشکل باشه. بله. اما به هر حال کتاب خیلی خوبیه. دین و آموزه های دینی میتواند که به زندگی معنا ببخشد، یعنی زندگی رو هدفدار بکنه، هدفمند بکنه. بله. اما معنویت های جدید اصلا به دنبال هدف نیست در. بله. زندگی او هدف رو در وجود خود انسان جستجو میکنه. بله. نه فراتر از اون. بله. سرگشته وجود خود انسانی است و چیزی فراتر از وجود انسان رو به دنبالش نیست که تا به اون برسه یا اون رو جستجو بکنه. دقیقا. از این جهت در پرتو آموزه های ادیان میشود که زندگی معنادار شود، چون هدف پیدا میکنه. ما اگر هدف رو در زندگی گم بکنیم، طبعا زندگی ما بدون معنا و فاقد معنا خواهد بود. نه. و از این جهت عرفانهای نوظهور، معنویتهای جدید پاسخگوی معنای زندگی نیستن و نمیتوانن زندگی را
معنادار بکنن. بله. و یک چیزی که من اشاره شدم، من خیلی معتقد به این مسئله هستم، در هر مکتبی ما بیشتر به اون افرادی که از اون مکتب تربیت شده و به ثمر رسیده به نحوی میتونیم روی اون خیلی تاکید کنیم. اون چیزی که در معنویت به معنای درستش یا زهد به معنای درستش در اسلام هست، چی از صحابه پیامبر گرفته که اون زمان و زمانهای بعدی، یعنی اسلام این ظرفیت و توانمندی رو داشته که در دامن خود خیلی افراد به مزی چیزی که میخواست تربیت کنه و اونا رو پرورش بده و در جایی برسه که یک بخشش مثل مولاناست که دیگه خواشار مولانا رو به نحوی میشه معنا کرد، نه یک چیزی در حد یک شعر، در حد یک قصیده و مثلا مثنوی. خب آقای دکتر، ما کم کم به پایان برنامه میرسیم، هرچند این مباحث در چندین جلسه و حتی پیشنهاد مایی است که با حضور افراد دیگه که حتی ممکنه دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشه و از یک زاویه دیگر به این موضوع بینگره، ادامه میدیم. اگر شما فرمایش صحبتی داشته باشید، خصوص برای روزداران عزیز و این برنامه برای سحر هست، برای سحرخیزان ارجمند، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. من آرزوی توفیق و سلامتی برای همه بینندگان عزیز دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. انشاءالله که طاعات و عبادات همه روزداران عزیز، خصوصا سحرخیزانی که این برنامه رو میبینن، هم طاعات و عباداتشون قبول باشه، هم دعا و مناجاتشون. یک جنبندی کلی از مباحث داشته باشیم و انشاءالله این گونه مباحث رو با دکتر مخال بدیم که اگر ایشان تشریف بیاره در ادامه هم خدمت شما باشیم. مسئله معنویت و معنویت‌گرایی یکی از مباحث هست که هم در زمانهای قدیم مطرح بوده و هم در زمان جدید مطرح هست، همون گونه که عرض شد با گرایش های مختلف و دیدگاه های متفاوتی که نسبت به این مسئله وجود داره. ولی اگر ما تجربه دینی را به یک معنای معنویت معنا کنیم، خیلی با همزون معنای سنتی معنویت همخوانی داره و نزدیک است. ولی اگر نه معنویت جدید را که خیلی تبلیغ میشه خصوصا در دنیای غرب در نظر بگیریم، دیگه اون ارتباطی با تجربه دینی اصلا نداره. خب همون گونه که عرض شد، مکتب ها و گرایش های مختلف این مسئله را تاکید میکنه و جز از برنامه های شان است اسلام تا حدود زیادی روی این مسئله تاکید داشته و امتیازاتی که آنچه در این جلسه مطرح شد برای معنویت گرای اسلامی ما میتونیم در نظر بگیریم، البته در صورت یک اون ملاک ها و معیار ها لحاظ شود. البته خب این بحث هایی است که همون گونه که آقای دکتر اشاره کرد، ما نه به یک دیدگاه واحد میرسیم و نه به یک تعریف واحد. اصلا در علوم انسانی، طبیعت علوم انسانی همین است که به دیدگاه واحد نمیرسیم، ممکنه دیدگاه های مختلف وجود داشته باشه. و مهمترین شاخصه معنویت اسلامی این است که به زندگی واقعا هدف میبخشه و اون معنا میدهد و خیلی کمک میکنه برای سلامت انسان، برای از این که واقعا در این مسئله کسی پرورش شود و به اوج و شکوفایی برسد. بسیار خوشحال و مسرور هستیم که لحظاتی در خدمت شما بودیم و در خدمت های دکتر بودیم، از بیانتش استفاده کردیم. انشاءالله طاعات و عبادات شما قبول باشه و معنویت به معنای درستش در زندگی همه ما وجود داشته باشه و از آثار و برکات اون استفاده کنیم. کم کم نزدیک میشویم به وقت ملکوت اذان صبح. تا یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و لایزال می سپاریم. انشاءالله سلامت و موفق و تندرست باشید. خداوند یار و نگهدار شما باد.